به نام خدا، شهریار توکلی هستم، مدیر وبسایت سئو و بهینه‌سازان وب ایران. همونطور که در آموزش قبلی در زمینه آموزش ایزی بلاک برای ساخت یک وبسایت در جملا با تمام امکانات و ارائه بلاک به هر کاربر و ساخت یک سیستم همکاری صحبت کردیم، امروز سری مجموعه بند بعدی از این افسونه رو توضیح خواهیم داد و امیدواریم که کاربرهای بیشتری جذب این افسونه بشن و بتونن از اون افزون استفاده کاملی رو ببرن. همونطور که میدید، خود سایت سئو و بهینه سازان وب ایران هم از این افزون استفاده میکنه و یک افزون کارآمد و بسیار مفیدی هم برای ساخت یک سیستم همکاری و یک سیستم مدل محتوا در جمله میباشد و هست. همونطور که میدید، شما میتونید از سایت جمله شاپ در قسمت افزونه های جمله این افزونه کامل رو خریداری بکنید و میتونید هم به صورت تگ نسخه، هم به صورت نسخه یک ساله با آپدیت اقدام بفرمایید. به همین منظور حتما پیشنهاد میکنیم که شما سوالای خودتون رو در انجمن سو کامیته تجاری، همون سو بین سازان وب ایران، در قسمت پشتیبانی جمله میتونید مطرح بکنید. هر سوالی هست و سعی میکنیم در کمترین فرصت و در کمترین زمان ممکن به شما این پاسخ ها رو ارائه بدیم تا مشکلات شما حل بشه. خب، همانطور که میدونید، ما در ویدیوی گذشته در مورد ساخت یک مجموعه و همینطور ارائه یک مطلب و ارسال مطلب و چگونی ارسال مطلب صحبت کردیم. خب، امروز میخوایم که در مورد بخش های دیگه ای از این سیستم صحبت بکنیم، از جمله نویسندگان و مدل نویسندگان و کلید واژه ها و برچسب ها و همینطور قسمتی از ارسال های پست خودکار به شبکه های اجتماعی. خب، همینطور که از اسم ایمن مشخص هست، مدیریت کاربران و نویسندگان در داخل وبسایت هستش. خب، شما به سادگی میتونید تمام عضوهایی که در جملاتون ثبت نام میکنن رو در این بخش داشته باشید بدون هیچ کاری و بدون هیچ برنامه‌نویسی یا ایمپورت و اکسپورتی، و حتی میتونید اطلاعات بیشتری از کاربران رو ویرایش بکنید و سطوح دسترسی رو هم از ایزی بلاگ و هم از جملا مدیریت کنید. خب، همینطور هم که در توضیحات این اصل نوشته، اگر حساب کاربری در این بخش هست بشه، مطمئنا در داخل خود جمله هم هست خواهد شد. خب، به صورت مثال ما روی سوپر یوزر یا مدیریت کل کلیک کردیم. همونطور که میبینید دو تا تب داخل این بخش مشروطه. خب، اولین تب که خود همون توضیحات به قول معروف خود جمله است که هم تصور میکنیم، از جمله سطوح دسترسی، دسترسی ها به پسورد، ایمیل، نام کاربری، آیدی یا شناسه کاربر در دیتابیس و محصول سازی و ارسال ایمیل و همچنین ویرایشگر و زبان کاربر و منطقه زبانی. خب، اینجا رو این موارد رو کم و بیش داخل خود تنظیمات و مدل کاربران جمله وجود داره، ولی خب اینجا یه تطابق بیشتری رو برای شما ارائه کرد. خب، بخش اطلاعات نویسندگان میریم. در این بخش شما به سادگی میتونید برای هر کاربر یا خود کاربر در موقع ثبت نام و ویرایش پروفایل خودش اطلاعاتش رو وارد بکنه، از جمله اینکه عنوان برای صفحه پروفایل خودش یا کسی که روی اسم این کاربر کلیک میکنه و تمام مطالب رو میبینه میتونه صفحه رو قرار بده به عنوان مثال یک سئو کار آماتور یا یک سئو کار حرفه‌ای، یا نام خودش رو یا نام اون کاری که میخواد بکنه رو میتونه قرار بده. شهر صفحه نویسنده میتونه متا دیسکریپشنی رو برای این صفحه قرار بده. توضیحاتی که این صفحه وقتی در داخل گوگل ثبت شد به چه صورتی ثبت بشه. نام دوم همون نام نیک نیم شماست، نامی که در سایت میخواد نمایش بده و با یوزرنیم شما تفاوت داره. یوزرنیم شما میتونه با اون یوزرنیم داخل وبسایت آنلاین بشید. به عنوان مثال اگر به این مطلب توجه کنید، ارسال شده توسط شهریار توکلی یا داشت با هر یوزر و نام کاربری دیگه که من داخل وبسایت وارد شده باشم، به این عنوان
تداخلی نداره و هر کاربر میتونه یه نیک نیمی رو برای خودش انتخاب بکنه. و مورد بعدی هم ارسال آواتار هست. شما به سادگی میتونید آواتاراتون و عکسای مورد نظرتون رو داخل این بخش قرار بدید و به صورت مثال میتونید همین عکس نویسندگان ما رو داخل وبسایت ببینید که در کنار هر مطلبی وجود داره. خب این قسمت اطلاعات بیوگرافی یا امضای زیر هر مطلب است. به صورت مثال ما اگر روی ویژگی قالب وردپرس در سئو کلیک بکنیم متوجه میشیم که آخر هر مطلبی یه توضیحاتی از بنده و امتیاز بنده که متصل به افزون ایزی سوشیال هست که بعدا در موردون توضیح خواهیم داد، نمایش پروفایل گوگل بنده، یه عکس و خیلی از اطلاعات دیگه در این بخش قرار میگیره که شما به سادگی میتونید این متن و این نوشته ها رو به صورت کامل هر کاربر خودش به صورت مستقل و شما نیز وارد کنید. مورد بعدی هم آدرس سایت و لینک صفحه یا پروفایل شما هست. حالا ما چون لینک رو کوتاه سازی نکردیم که توجه بکنید در گوشه پایین سمت چپ نوشته easyblog/blogger/listing/42 که حالا یوزر اون آیدی ماست admin.html. هر کسی این لینک رو کلیک بکنه مطمئناً وارد وبسایت میشه. فقط یک گزینه رو من به کاربرای عزیز بگم، با نصب افزونه ایزی سوشیال شما به سادگی میتونید این لینک رو حتی کوتاه‌تر و لینک رو سفارشی در بکنید. مورد بعدی که این مجموعه کنار هست بیشتر به عنوان سوشیال مارکتینگ و سوشیال ادنس هست که شما میتونید به سادگی این قسمت رو تطبیق بدید. خب هر کاربری میتونه برای خودش یک آدرس فید برنری از گوگل داشته باشه که آرسس مجموعه خودش رو داخل اون بذاره. خدا رو شکر تا حدودی از فیلتر این بخش در اومده و خیلی از افراد میتونن از این استفاده بکنن. به صورت مثال میتونیم فید برنر خود سایت سئو کامیونیتی رو ببینیم که آخرین مطالب به صورت RSS وار در این صفحه نمایش داده میشه و افرادی که میخوان در خبرنامه ما عضو بشن و مطالب روزانه در وبسایت خودشون داشته باشن میتونن به سادگی از بخش خبرنامه ایمیلشون رو وارد بکنن و به صفحه مورد نظر خودشون برسن و ایمیلشون رو سابسکرایب بکنن و روزانه براشون ایمیل ها ارسال بشه. خب این گزینه واقعا کاملی هست برای ساخته یه وبسایت که پیشنهاد میشه حتما از اون استفاده بکنید. خب همونطور که مشاهده کردید این بخش هم میتونه جزو امکانات و ویژگی های بسیار بالقوه این افزونه باشه. تطبیق با فیسبوک هست. خب همونطور که مشاهده میکنید هر کاربری میتونه به عنوان اتو آپدیت یا اتو ریسپانسش یا پست خودکار مطلب خودش به فیسبوک خودش بفرسته و این سیستم از وسیله خود وبسایت انجام بشه. هم میتونه فیسبوک خودش رو متصل به این سیستم بکنه. یا تطابق با لینکدین هست که همون دقیقا مثل فیسبوک هست، یا توییتر، لینکدین، همشون در یه حالت پیش‌فرض با هم دیگه تعامل دارن. و آخرین موردی هم که شما اینجا هم مشاهده کردید میتونه همون نمایی و پروفایل گوگل باشه که شما میتونید لینک اون رو وارد بکنید. خب سیستم گوگل ادنس یه خورده داخل ایران مشکل ساز از جمله فیلتر بودنش و کسب درآمد کاربرها، ولی با کمی تغییرات کد نویسی میشه حتی به سیستم های کلیکی داخل ایران هم متصل کرد. هر کاربری میتونه در آخر مطلب خودش یا در پروفایل نمایی خودش سیستم یا اون کد مربوط به گوگل ادنس خودش اینجا بذاره و در هر پستی نمایش داده بشه و براش کسب درآمد بشه که خب این سیستم هم بر اساس نیاز کاربر خارج از کشور در این سیستم تعبیه شده. مورد بعدی که ما میخوام که به اون اشاره بکنیم کلید واژه ها هستن. خب شما همونطور که میدونید شما برای هر مطلبی در ایزی بلاگ میتونید متا دیسکریپشن و متا کیورد یا همون توضیحات متا و کلمات کلیدی متا رو قرار بدید. خب خیلی سخته که بشه مطالب قدیمی یا مطالبی که از سیستم مطالب از یا از به قول معروف از کانتنت جمله یا از کانتنت خود وردپرس حتی انتقال داد به وسیله میگریشن که خود این افزونه داره، شاید برای هر وردی سخت باشه تا بتونه همه رو تک تک مطالب باز بکنه و به داخل اونا بره و ویرایش بکنه. خب این سیستم برای شما این آفر کامل رو آماده کرده که شما بتونید برای هر مطلبتون توضیحات متا و موارد غیر رو بررسی کنید و قرار بدید.
با هم دارید میبینید قیدهای ویژه و توضیحات و نوع ایندکسینگ، این که شما میتونید این اجازه رو بدید تا کاربر برای شما، یا اجازه رو بدید که خودتون بتونید همه رو کامل مشاهده بکنید. چون قبلا برای این کار باید شما یه 30-40 دلاری پول میدادید تا یه افزونه سئو سازی رو نصب میکردید تا بتونید دسترسی کامل داشته باشید و هم یه لیستی از مطالب در وبسایت خود داشته باشید، هم لیستی از توضیحات کلمات کلیدی که خوشبختانه داخل این افزونه با تیم فعال و اکتیوی که داره همه این موارد پیاده سازی شد. خب قسمت برچسب‌ها هستن، همونطور که میبینید در مطالب وبسایت ما در آخر هر مطلبی چندین برچسب داره. مثلا اگر برچسب وردپرس رو بنده کلیک بکنم، هر مطلبی که من در برچسب وردپرس در اون وارد کردم، در موقعی که ارسال مطلب میخوام بکنم، تمام این بر تمام مطالب در اینجا لیست میشه. خب شاید شما چندین منو داشته باشید و این نتونه کارایی این برچسب رو داشته باشه، شاید هزاران حتی منو داخل وبسایت درست بکنید، جز سردرگمی کاربر هیچ تأثیری نداره و اینجا شما رو با اون که نیاز شما رو کامل برآورده خواهد کرد. شما میتونید حتی از ماژولی به عنوان نمایش برچسب داخل وبسایتتون استفاده کنید، کلماتی که بیشترین برچسب خوره رو دارن. خب هم میتونید یک منو بندی کامل داخل وبسایت شما باشه، هم میتونه یه سئو فوق العاده برای شما درست بکنه، هم میتونه کاربرایی که شما میخوان همیشه شما رو دنبال بکنن، یا بخواید یه همایشی رو به قول معروف بیایید و زیر نظر خودتون بگیرید و به صورت کامل توضیح بدید رو کلن در سایت خودش و در بخش برچسب داشته باشید. و هم میتونید مدیریت بر برچسب بکنید، شاید برچسبی شما دوست نداشته باشید و بخواید اون رو ویرایش بکنید و برچسبی رو تولید بکنید و دست اون کاربر قرار بدید، و یا امکانات دیگه جزء برچسبای پیشورز و حتی بخواد که یه کاربری رو به قول معروف برای اون انتخاب بکنید. خب شما میتونید همه این موارد رو از اینجا مدیریت بکنید. حالا حتی امکان ویژه‌ای که داخل خود افزونه ایزی بلاگ قرار داده شده، اون هم امکان این هست که کاربر بتونه دسترسی به برچسبای وبسایت داشته باشه و حتی موتورهای جستجو از نویگیشن خود ایزی بلاگ در صفحات اصلی شما، صفحات مطلب شما. خب این امکان میتونه امکان ویژه‌ای باشه که شما دسته‌بندی کاملی از تمام برچسب‌ها و موارد غیره داشته باشید. همونطور که می‌بینید هم برچسب‌هایی که ما درست کردیم، هم برچسب‌هایی که خود اتوماتیک این سیستم گرفته برای شما قرار داده، امکان ویژه‌ای که برای شما گذاشته، امکان RSS برای هر برچسب هستش. خب با این کار شما میتونید برای هر برچسب نهاد یه RSS درست بکنید و حتی فردا برای ساخت یه اپلیکیشن اندرویدی یا هر چیز دیگه این RSS ها رو به اون معرفی کنید. این امکانات همه و همه به صورت خیلی ساده در سایت جمله‌ای شما در ایزی بلاگ براتون قرار داده شده. خب مورد بعدی هم میتونه ترک بک ها باشه که من امروز توضیح بدم این مورد رو. ترک بک بخوام یه توضیح کامل در مورد اون بدیم، ببخشید، یه توضیح کامل اگر بخوام در موردش بدیم، یه سیستمیه بین آخرین مطالب شما به علاوه مطالبی که مربوط به آخرین مطلبی شما کاربر داره نگاه میکنه، به علاوه بازخوردهای شما از سایت های دیگه هست، به علاوه لینک شدن به این بازخورد، این سیستم هوشمند در زمینه سیمیلر پروداکت یا همون مطالب مشابه یا پروداکت های مشابه شما هست. خب به همین سادگی شما میتونید سیستم و هم دیگه متصل بکنید و به عنوان مثال اگه ما بخوایم به بسته فروشگاهی دو بریم، به برچسبی رو کلیک بکنیم و داخل این مطلب رجوع بکنیم، متوجه میشیم که آخر مطلب یک ترک بک برای ما آورده و مطلب مشابهی که به اون بستگی داره رو لینک کرده. خب گاهن این ترک بک به صورت خیلی حرفه‌ای میتونه چند 5 تا مطلب آخر رو، یعنی 5 مطلبی که مستقیم به این مطلب ربط داره رو لینک بکنه، یا میتونه این ترک بک رو به یک مطلب. این سیستم کاملا هوشمنده و یک امکان و پروسه ویژه‌ای برای ربط دادن مطالب شما مطالب دیگری است که به شما رپ داره برای گوگل و سئو سایت شماست. فوق العاده در این زمینه میتونه به شما کمک بکنه برای بهینه سازی وبسایت شما. اگر ما به این بخش از مطلب بریم و ترک بک های 10 پلاگین ضروری شروع برای سئو وردپرس رو ببینیم،
همونطور که مشاهده میکنیم چهار مطلب رو که مربوط به وردپرس هست و ترک بک شده برای شما قرار داده، و همینطور یه لینکی رو برای شما قرار داده که شما میتونید ترک بک ها رو در وبسایت های دیگه معرفی کنید و از اون استفاده بکنید. خب ترک بک واقعا برای سئو و بهینه‌سازی یک وبسایت مفیده و میشه ازش امکانات و بازخورده خیلی زیادی رو گرفت. آخرین مبحثی که در این جلسه ما میخوام در مورد صحبت بکنیم میتونه تنظیمات ارسال پستای ما بعد از منتشر شدن داخل وبسایت به شبکه‌های اجتماعی از جمله این فیسبوک و لینکدین و توییتر باشه. خب خیلی از ما واقعا وقت نداریم که بخوایم مطالب خودمون رو ببینیم در صفحه فیسبوک خودمون انتشار بدیم یا در پروفایل خودمون انتشار بدیم. خب سیستم اومده و این حتی با کوتاه کردن لینک ها و تمیز کردن لینک ها و توضیحات و حتی گذاشتن هشتگ برای شما این امکان رو فراهم کرده که شما مطالب وبسایت خودتون رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر بکنید. این امکان شما رو نیاز شما رو کاملا از هر چی موارد دیگه از جمله ارسال RSS به سایت های دیگه و هزینه های اضافی برای به عنوان که هر نیم ساعت سایت رو چک کردن کلا بی نیاز میکنه و شما میتونید از این بخش برای ارسال مطالب و لینک های خودتون به صورت خودکار به شبکه های اجتماعی استفاده بکنید. این بخش از آموزش ما هم تمام شد. امیدواریم که در آموزش های بعدی در روزهای آینده هم شما رو یک گرایی از مشکلات شما رو گره‌گشایی بکنیم و نیازهای شما رو برطرف بکنیم. مطمئنم به این افسونه سر بزنید. این افسونه حتما نسخه اورجینالش رو خریداری بکنید. ما این امکان رو برای شما فراهم کردیم شما همیشه آپدیت باشید و دارای مشکل امنیتی قرار نگیرید. این امکان برای شما بازه یا پروسه رو به جا میاره، هم سئو قوی تری داشته باشید، هم کاربر خودتون رو اکتیو تر بکنید. هم در آینده ما در مورد افسونه‌هایی که متصل به این بخش میشن صحبت میکنیم و اون امکانات مورد نظر میتونه خیلی از نیازها و کاربردهای وبسایت بالاتر و حل بکنه. با تشکر، شهریار توکلی هستم. امیدوارم که شبکه‌های اجتماعی ما که در آخر وبسایت ما هست رو دنبال بکنید. همه این موارد اونجا توضیح خواهد داده خواهد شد و یک جایی هست که شما میتونید اخبار ما رو همیشه پیگیر باشید. خدا نگهدار شما. بدرود.